آقای سفید امروز در نخستین کنفرانس مطبوعاتیش درباره برخورد با روسیه بر اساس پاره‌ای از مسائلی که تحقیق اون به عهده آژانس‌های اطلاعاتی گذاشته شده بود صحبت کرد. ضمن اینکه آقای سفید می‌خواد در همه زمینه‌ها پاسخگوی رفتار خودش باشه و به اونها پایان بده، مانند حمله سایبری بر نیروگاه‌های بادی و خورشیدی تا کشتن نیروهای آمریکایی در افغانستان و حتی موضوع استفاده از مواد شیمیایی علیه رهبران مخالفان روسیه. اما از سوی دیگه ترین موضوع در دستور کار پرزیدنت بایدن بحران کرونا است. جنساکی سخنگوی کاخ سفید در این کنفرانس خبری به خبرنگارها گفت که پر اهمیت ترین موضوعی که شبها آقای بایدن رو بیدار نگه می‌داره کرونا است و اولین چیزی هم که هر روز صبح بهش فکر می‌کنه و می‌خواد باهاش مقابله کنه موضوع کرونا هستش. آقای بایدن وعده داده که برای 100 روز 100 میلیون واکسن تزریق بشه در آمریکا و یکی دیگر از مأموریت‌هاش در مقابله با بحران کرونا افزایش تولید تجهیزات پزشکی مثل ماسک و دستورالعمل‌های لازم برای بازگشایی مدارس و مراکز تجاری هستش. کاخ سفید در 100 روز نخست دولت بایدن می‌خواد قراردادهای خودش رو تمدید و تجدید کنه و مسئله کرونا رو اساسی حل کنه. می‌تونم بگم که پرزیدنت بایدن 10 فرمان اجرایی برای مقابله با کرونا رو در نخستین روز کاری خودش امضا کرده.